اگر شما هم مثل من عاشق کار با CMD و محیط های CLI هستید، به این اپیزود خوش اومدید. این ویدئو مال شماست. البته ما قبلا یه دونه ویدئو به اسم 40 دستور پرکاربرد CMD رو ساختیم که خب خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. واقعا تویش منبع فارسی یا انگلیسی نمیشه همه این دستورات رو یک جا پیدا کرد، حتما ببینید اون رو. اما توی اپیزود امروز ما میخواییم با 30 تا دستور جذاب، خفن، باحال و دوست داشتنی CMD آشنا بشیم که اینا خیلی جدیدن و هر کدوم به تنهایی میتونن شما رو سورپرایز کنن. زندگی خود من به قبل و بعد از آشنایی با این دستورات تقسیم میشه. واقعا که بدون این دستورات نمیشه زندگی کرد. با من همراه باشید. خیلی خب بریم دستورات شروع کنیم. قبل از هر چیزی اینکه چجوری CMD رو توی یه مسیر یا دایرکتوری خاصی اجرا کنیم، کاربردیه. مثلا من اینجا یه فولدر دارم به اسم سیکرت، میخوام CMD تو همین دایرکتوری باز بشه. کافیه که اون فولدر رو باز کنم و توی این سربرگ بالا تایپ کنم CMD. همونطور که میبینید CMD دقیقاً توی همین مسیر یا دایرکتوری باز میشه. مخفی کردن چند تا فایل توی یه دونه فایل عکس. مثلا یه وقتایی پیش میاد ما توی یه فولدر یه سری فایل داریم، اینا رو می‌خوایم یه جوری مخفی کنیم بقیه نتونن ببینن. من می‌خوام این چند تا رو ببرم توی یه فایل عکس. یه فایل عکس گربه اینجا دارم، می‌خوام همه‌شون بیان توی این فایل عکس گربه مخفی بشن. برای اینکه این حرکت رو انجام بدم، اول اون فایلایی که می‌خوام مخفی کنم رو در واقع تبدیل به یک فایل زیپ می‌کنم، یعنی روش راست کلیک می‌کنم، میگم add to secret.rar، اسم حالا مثلا فولدر سیکرت، هر اسمی میتونید بذارید. بعدش میتونم این فایل اصلی‌ها رو همه رو پاک کنم اینجا توی یه فایل زیپه. حالا چه جوری اینا رو بفرستیم تو دل این فایل عکس؟ میام CMD رو که قبلا تو همین دایرکتوری باز کردم اجرا میکنم و تایپ میکنم copy/b. بعدش اسم فایل عکس رو باید بدیم cat.jpg، یه پلاس اسم فایل زیپ، اسم فایل زیپ secret.rar. بعدش هم یه فاصله اینکه فایل جدید اسمش چی باشه، مثلا cat2.jpg، یه اینتر میزنم، خب کپی میشه. خیلی خوب، حالا من این فایل زیپ رو پاک میکنم. یه اتفاق جالب اینجا افتاده، من دو تا فایل کت دارم، یکی این کته یکی این کته. اینه که من باز میکنم فقط عکس یه گربه میبینم و اوکیه، ولی خب در واقع تمام اون فایلی که من داشتم تو دل اینه. اگر باور نمیکنین، من مثلا یه نرم افزار زیپ ادیتور مثل وینرار رو باز میکنم، خب وینرار رو باز میکنم، بعدش میام همین فایل عکس رو میکشم میندازم توی، و همونطور که میبینید تمام فایل هایی که اونجا داشتیم تو دل این ذخیره شده و هیچ کسی از اون خبر نداره. خیلی باحال بود. حالا یه دستور دیگه که واقعا آدم رو دیوونه میکنه، مثلا میخوام همین فایل کت تو رو که ساختم، کلی فایل تو دل اون ذخیره کردم، میام مخفی کنم، مثلا یه لایه امنیتی دیگه هم بهش اضافه کنم، با CMD میخوام مخفیش کنم، هیدنش کنم. دستور attrib+h+s+r، بعدش اسم فایل cat2.jpg، فایل میره مخفی میشه. حالا میخوام دوباره برش گردونم. کافیه که به جای تمام این پلاس ها ماینس یا منها بذارم. دستور attrib-h-s، یا بهتر بگم ماینس r، دوباره cat2.jpg، فایل برمیگرده. حالا یه کاری کنیم که غیر از خودمون اصلا هیچکی نتونه به این فایل دسترسی پیدا کنه، یعنی با فرض اینکه سیستم هک شده یکی به این فایل دسترسی پیدا کرد، اصلا محتواش رو نتونه در بیاره. میخوام رمزنگاریش کنم، کد گذاریش کنم. دستور cipher/e شروع میکنه به کد گذاری فایل ها. نشونش همینه که یه قفل زرد کوچولو اینجا میاد. الان فقط دیگه من میتونم اینا رو باز کنم. حالا اگر یه وقت بخوام تنظیمات رو برگردونم به حالت قبل، رمز گشایش کنم، دستور cipher/d و برمیگرده مثل روز اولش میشه. یه اوکی باز اوپنه. چطور میتونیم لیست شبکه‌های وایرلسی که قبلا به اونها کانکت شدیم رو ببینیم؟ دستور netshell wlan show profile. البته من اینجا انتظار ندارم پروفایلی رو به من نشون بده کامپیوتر من، کامپیوتر سرور دسکتاپه،
حالا فکر کنم به شبکه وایرلسی کانکت نشده باشه، چیزی هم نمیاره. There is no wireless interface. حتما باید یه کارت شبکه بی سیم باشه، ولی رو لپتاپتون بزنید تمام شبکه‌های بی سیم که تو زندگیتون با اونها کانکت شدین رو بهتون نمایش میده. چه جوری اسکریپت بنویسیم؟ حالا اصلا اسکریپت چیه؟ یه وقتایی پیش میاد ما توی سی ام دی یه دستوراتی رو تایپ می‌کنیم طولانیه. حالا من سعی می‌کنم یه دستور نسبتاً طولانی بزنم. مثلا یه دستور بزنم فایروال سیستم من آف بشه. دستور netshell adv file set all pro files state off. میگه اوکی، یعنی آف شد. خب من این دستور رو زدم، فایروالم هم آف شد. اما دستور نسبتاً طولانی، یه وقتی حفظ کردن این دستورات سخته. دستورات خیلی طولانی تر از اینم داریم. ما میتونیم همین دستورات رو تو قالب یه فایل ذخیره کنیم، یه فایل که اصطلاحاً بهش میگیم اسکریپت یا بچ فایل. بعد هر زمانی که خواستیم این دستور رو بزنیم فقط اون فایل رو ران کنیم، خیلی راحت تر. اصلا میتونیم برای خودمون 2-3 هزار تا اسکریپت درست کنیم، همیشه همراهمون باشه، همیشه هم با اسکریپت ها بازی کنیم، نیازی هم نباشه دستور رو حفظ کنیم. خیلی ساده است. برای اینکه بتونم یک اسکریپت بسازم، میام یه نرم افزار تکست ادیتور مثل نوت پد رو باز میکنم. اون دستوری که میخوام تبدیل به اسکریپت کنم رو اینجا تایپ میکنم. دستور اینه: netshell adv firewall set all profiles state off. خب اینو من تایپ کردم. حالا میام توی سبرگ فایل، این رو سیو از میکنم. آپشن سیو از رو انتخاب میکنم، یه مسیری رو بهش میدم مثلا دسکتاپ که ببینم. اسمش رو میذارم فایروال. خب پسوندش مهمه، پسوندش حتما باید بات باشه. مخفف بچ فایل سیو میکنم. خب این میاد اینجا ذخیره میشه، این الان یه اسکریپته. خب این علامت چرخنده نشون دهنده اسکریپته. حالا هر زمانی که لازم داشته باشم همچین فایلی رو، همچین اسکریپت رو ران کنم، کافیه روش دبل کلیک کنم یا بکشم بندازمش توی CMD. حالا اینجا شاید کار نکنه، اصولا کار میکنه، یه وقت بازی در میاره. اما همین که روش دبل کلیک هم کنید اوکیه. یه دونه میتونم بسازم برای آف کردن فایروال. اصلا میتونم همین رو بیام روش رایت کلیک کنم ادیت، برای آن کردنش مثلا آن. دوباره یه سیو از بگیرم روی دسکتاپ، اسمش رو بذارم مثلا فایروال آن. اینم دات بات، اینم با عنوان یه اسکریپت دیگه اینجا ذخیره میشه. اینجوری میتونیم اسکریپت بنویسیم. ولی خب میخوام یه رازی رو بهتون بگم که تا حالا شاید هیچ کسی بهتون نگفته. چجوری میتونیم این اسکریپت ها رو تبدیل به دستورات ران کنیم؟ من الان دو تا فایل دارم، دو تا فایل اسکریپت. کافیه که برم توی مسیر درصد سیستم روت درصد، که در واقع همون درایو سی سیستم سی او دو هستش. بعدش کاری که میکنم این دو تا اسکریپتی که نوشتم رو میارم اینجا کپی میکنم، اینجا ذخیره میکنم هستش. خب اسم یکیشون فایروال بود که فایروال آف میکرد، یکیشون هم فایروال آن بود که فایروال آن میکرد. اینه یادم بمونه. خب در کنارش برای اینکه نتیجه کارم رو ببینم، فایروال ویندوز رو باز میکنم، میگم firewall.cpl که فایروال باز بشه. خب فایروال باز میشه، الان آف هستش. خیلی خب من الان میام توی CMD. حالا توی ران یا CMD خیلی فرقی نمیکنه. توی CMD مثلا تایپ میکنم فایروال آن، خیلی باحاله، فایروال آن میشه. یا دوباره فایروال آف میشه. یعنی ما هر اسکریپتی که ببریم توی مسیر سی ویندوز سیستم سی او دو تبدیل به یکی از دستورات. چجوری خیلی سریع مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر توی سی ام دی ببینیم. تایپ میکنیم سیستم اینفو، شروع میکنه به اسکن، یه سری ریپورت جنریت میکنه، کل اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری هم سیستم اینفورمیشن کامپیوتر رو به شما میده. چطوری از تو سی ام دی بریم توی همون لوکیشنی که پرامپت نشون میده؟ الان سی ام دی داره این مسیر رو نشون میده، من میخوام برم اینجا. چجوری این کار رو انجام بدیم؟ یه جوری مهندسی معکوس اون دستور اولی بود که رفتم توی در واقع اون تایتل بار، تو سرچ باکس، سرچ بار بالای اکسپلورر تایپ کردم، معکوس اونه. اونجا سی ام دی رو میزدیم، میرفتیم توی یه دایرکتوری. اینجا الان میخوام سی ام دی رو بزنم برم اینجا میخوام از تو سی ام دی برم توی همون دایرکتوری، اونجا از دایرکتوری میبرم توی سی ام دی. میخوام این حرکت انجام بدم، برعکس اونه. تایپ میکنم اکسپلورر دات دات رو باید چسبیده باشه، اشتباه تایپ کنم، اکسپلورر دات
همون دایرکتوری رو باز میکنه برم توی ویندوز اکسپلورر. حالا بریم CMD یه مقدار خوشگلترش کنیم، فیس لیفتش کنیم. مثلا میام رنگاش رو عوض کنم، با رنگاش بازی کنم. مثلا کالر مثلا یه عدد دو رقمی 70 کلن رنگ عوض میشه. کالر مثلا 40 همینجوری میزنم دیگه. اوه قرمز میشه مثلا هیچی نمیتونم ببینم. مثلا کالر چند بود خدا؟ مثلا 02. اوکی این خوبه. زمینه مشکی میشه، تکست سبز میشه. اینجوریه که وقتی که دو رقمی میزنید در واقع عدد اول رنگ بک‌گراند، عدد دوم رنگ تکست. با این عدد بازی کنید. هر عددی که دوست دارید دو رقمی بزنید تا به اون استایل و رنگ و فیسی که دوست دارید برسید. خیلی جای بازی داره. حالا من این رنگو دوست دارم. چجوری پرامپت CMD رو تغییر بدیم؟ من توی CMD که میام اینجا یه پرامپتی داره، یه تکست رو به من نشون میده. خب عوضش کنم. مثلا تایپ می‌کنم پرامپت، اصلا برای همش بعد از پرامپت استفاده. پرامپت مثلا های مام، بعدش یه دلار جی بزرگ. عوض شد. خب اگرم دوستش نداشتین دوباره تایپ پرامپت خالی برمیگرده به حالت قبلی. یه CLS میزنم پاک میکنم. چجوری تایتل CMD رو عوض کنیم؟ من اینجا یه عنوان دیدم، Administrator Command Prompt. خب به این میگن تایتل. دوست دارم عوضش کنم. مثلا برای تغییر این تایپ میکنم تایتل، فرض کنید چی بزنم؟ مثلا هکر ات. خب عوض میشه. مشاهده آب و هوا تو CMD دوره عجیبی شده. قبلا توی تلویزیون نگاه میکردم، الان توی CMD میخواییم نگاه کنیم. خیلی باحاله. اینجا از یه دستور به اسم کرل استفاده میکنم. کرل در واقع یکی از دستورات نسبتا جدید CMD که از یه بیلد خاصی از ویندوز 10 به بعد اومد و خیلی کارهای جذاب و باحالی رو پشتیبانی میکنه. الان من چند تاشو اینجا توضیح میدم. مثلا بریم ببینیم آب و هوای کرج چجوریه. دستور کرل wttr.in استش، بعد اسم شهرتون، هر شهری که دوست دارید، ایران یا خارج فرقی نمیکنه، میره چک میکنه آب و هوا رو اینجا واسه من لود میکنه. این خیلی باحاله. آی پی پابلیک کامپیوتر شما چیه؟ دستور care check ip.amazon.aws.com اینتر میکنم، آی پی پابلیک من رو به هم میده، همونی که باش به اینترنت وصل میشه. چطوری از CMD به عنوان دیکشنری استفاده کنیم؟ دستور care dict.org بعدش slash forward slash d colon بعد یه کلمه عجیب غریب که خود انگلیسی هم نمیدونم معنیش چیه. حالا ما اینجا یه مترجم داریم، این خیلی زبانش خفنه، اسمش سعیده. سعید کلمه contratemps رو معنیشو میدونی؟ نه نمیدونم. خسته نباشی از CMD بپرسی. اینتر میزنم و بیاد جواب میده. خب یه دونه جواب گرفته، contratemps unexpected. خوشم نشده چیه. بذاری کلمه دیگه بزنم، مثلا پیپر رو میزنم و جواب میده. اوکی چجوری از CMD یه سایت خاصی رو باز کنیم؟ تایپ میکنم start مثلا اینجوری https google.com. برگر دیفالت رو باز میکنه و سعی میکنه اون وبسایت رو براوز کنه. خب بریم چند تا دستور عجیب غریب و باحال دیگه. این دستورات هر جا بزنی بقیه سورپرایز میشن. مثلا دستور telnet.telehack.com اینتر. خب تلنت رو نمیشناسه. تلنت در واقع یک ابزار کلاینتی که باید نصب بشه. من از قصد اینجا زدم که شما این خطا رو ببینید و ببینید چجوری میشه تلنت رو نصبش کرد. برای نصب تلنت روی ویندوز میریم تو ران، تایپ میکنیم Optional Features. خب قسمت Optional Features رو باز میکنیم، همینجور تایپ میکنیم تلنت، تلنت کلاینت رو میاره، تیکش رو میزنیم و اوکی، منتظر میمونیم که نصب بشه. تلنت نصب شده. من دستور قبلی رو تکرار میکنم، یه اینتر میزنم، تلنت میزنه به یه لوکیشن خاصی. یه سری آپشن امکانات میده که باید تک تک اینا رو تست کنیم ببینیم چی کار میکنه. مثلا اینجا من یه آپشن باید داشته باشم که قبلا باش کار کردم باحال بود، مثلا Star Wars. تایپ میکنم Star Wars. فیلم Star Wars رو توی CMD لانچ میکنم، میتونم بشن این فیلم رو ببینم. باحال، ببینید اینجا. خب دستور بعدی دوباره میخوام با در واقع همین تلنت و telehack.com یه حرکت دیگه انجام بدم. یه بار دیگه تلنت میزنم به سایت telehack.com. اینجا یه آپشن دیگه هم داره،
به اسم آکواریوم، پیداش نمیکنم. تایپ کنم آکواریوم، اینتر، آکو، اوکیه. آکواریوم رو توی سی ام دی برای من میاره. من میتونم بشینم توی سی ام دی یه آکواریوم باحال دارم، ماهی اینجا هستم، این ماهی ها رو ببینم لذت ببرم، خیلی باحاله. چطوری یک لیست از درایورهای سخت افزاری که روی ویندوز نصب شدن ببینیم؟ دستور درایور کوئری سلش اف او لیست سلش وی، شروع کنه به لود کردن درایورهایی که روی کامپیوتر من نصب شدن. لیست طولانی، یه کنترل سی میگیرم کنسل میکنم. حالا فرض کنیم میخوام یه خروجی از همین اطلاعات، یه خروجی تکست بگیرم داشته باشم. حالا نه صرفا این دستور، هر دستور دیگه چجوری میتونیم خروجی دستورات رو توی یه فایل تکست ذخیره کنیم؟ همین دستور رو تکرار میکنم، بعدش دوتا دانگل براکت پشت سر هم، اسم فایلتون مثلا driverlist.txt، اینتر میزنم، ببینیم چی میشه. الان داره خروجی میگیره، فایلم اومده اینجا، من اینجا بیام میبینم اینهاش، بازش کنم میتونم خروجی اون رو ببینم و اوکیه. و همین سادگی. توی CMD لیست نرم افزارهایی که نصب شدن رو ببینیم، دستور WMIC product get name، این نیمه باید تصویر داشته، نیم، اینتر، شروع میکنه به اسکن کردن. بعد از اون لیست نرم افزارهایی که نصب شدن رو پیدا میکنه به من نمایش میده. ممکنه که یکم طولانی بشه. چطوری با CMD فایل های غیر ضروری و تمپوری کامپیوتر رو پاک کنیم که فضای دیسک آزاد بشه؟ دستور del slash q slash f slash s درصد temp درصد back slash یه علامت s، یعنی همه چه پاک کن، همه رو میزنه پاک میکنه فضای دیسک رو تا حد خوبی آزاد میکنه. چجوری ساختار درختی دایرکتوری که تون هستیم رو ببینیم؟ با دستور tree خیلی راحت بیشیم این کار رو انجام بدیم، خیلی باحال هم به ما نشون میده. چجوری توی CMD ساعت کامپیوتر رو ببینیم یا اگر لازم شد عوضش کنیم؟ شاید ساده به نظر برسه، ولی خب بچه های ادمین شبکه میدن یکی از چالش های بزرگه. تایپ میکنیم time، اولا تایم فعلی رو نمایش میده، بعدش میگه اگه دوست داری عوض کنی نیو تایم رو بزن. من کنترل سی میگیرم کنسل میکنم. مشابه همین رو میتونیم برای یه تاریخ هم انجام بدیم. کافیه تایپ کنیم date و دوباره همین داستان تکرار میشه. تایم با همین فرمتی که گفتم میتونم تایپ کنم، عوضش هم بکنم. من که تایم رو هم نشون میده دیگه، امروز جمعه است امروز. چجوری با CMD یک دایرکتوری یا فولدر جدید بسازیم؟ با دستور MD مخفف make directory، بعدش مثلا تست اینجا میاد چون دایرکتوری توی دسکتاپ بود فایل به من نشون میده. حالا با یه دستور میتونیم همین رو رینیمش کنیم، دستور rand مخفف rename فولدر تست رو به تست مثلا یک رینیم کن، رینیم میشه. حالا چجوری پاکش کنیم؟ RD مخفف remove directory، RD test 1 و پاک میشه فولدر. خب این ویدیو هم تموم شد. این ویدیو با 3 تا دست CMD که بدون اونها نمیشه زندگی کرد رو یاد گرفتیم. اگر دوست داشتین لطفاً این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب. خیلی خوشحالیم که این فرصت رو داریم که تولید محتوا کنیم، خیلی برای ما دوست داشتنی و مهم هستید. محمد منصوری هستم از گروه هوش سفید، به امید دیدار.